تعطیله. روزی از روزهای زمستان 1392 به دیدار محلقا ملاح می رویم. زنی با طول عمری نزدیک به یک قرن، همچنان پایدار بر آرمانهای خود که بر آب و خاک و هوای این سرزمین دل می سوزاند. دیداری با مادر محیط زیست ایران. ببخشین که شما آمدین در به در واقعی. من دستتون رو میبوسم. چرا؟ مثلا باید کی در واقع کنه؟ لقا جون یه چای براتون بیارم؟ الان لازمه من چای بخورم؟ نه، اگه که دوست داشته باشی. لقا جون ببخشید، این تلویزیون ما میخواییم موقع فیلم برداری برداریم از اینجا. معمولا خیلی ازش استفاده میکنی؟ بالاخره یه نوانی میذاریم به صدای بیاد، ولی از مطالب تلویزیون خیلی استفاده نمی کنیم، برای اینکه با اجازتون با ایدئولوژی که پیدا کردیم تلویزیون نقش خودشو بازی نکرده تا حالا. میخواید اینجا بیایم بشینی؟ میل خودتونی. خواهش میکنم. من میخوام تشکیلات به هم نخوری. آخ، ما رو دائما فیلم کردین و اختیار داری؟ یادتون باشه. شما سکوتی چی نمیخوری؟ ما همه چی میخوریم. امروز از پنجره برف رو دیدین؟ بله، خبر خوشش رو شنیدم که طرف لویزون اونجاها 20 سانتیم برف اومده بود. خیلی ذوق کردم، گفتم 20 سانتیم برف خب خیلی عالیه دیگه. چون یه دونه چاله اون ته بود، ما میومدیم ازتون کود میگرفتیم، همه آشغال خونه رو توش میریختین. هنوز هست؟ بله بله، بیش از 60 ساله بله تو این خونه نشستیم، هیچ وقت زباله بیرون نداده بودیم. تو تهران یکی از کارهای مهمی که شما کردین اگه یادتون باشه کارهای با مدرسه ها بود که به بچه ها یاد میدادین زباله ها رو جدا کنن، یاد میدادین که چجوری؟ علاوه بر اون مادر جان، در یک منطقه شیشو که 26 هزار خانوار یادداشت کردیم، توی کارنامه‌مون هست، 26 هزار خانوار بودن، دونه دونه در زدیم و با خانم‌ها صحبت کردیم که زباله یعنی چی، محیط زیست یعنی چی مادر. البته با آموزش 3.5 ماه 33 تا از دانشجویان مون. نه شبش میتونیم بشینی ساری جاتون. نه من خسته بشم. چرا حالا یه وقت هم یه سر بابای بسیم. خستگی مادر جان خوبه، برای اینکه شما تا خسته نشید از استراحت لذت نمیبرید. درخت های حیات خودتونم خودتون کاشتین؟ بود این زمانی که همسرم بله، همسر من یک رفیق بود، چون اولم که با هم ازدواج کردیم گفتم حسین من شوهر نمیخوام، من یک دوست میخوام، یک رفیق، و اون قبول کرد تا آخرم به همون شکل بود با من. یعنی در تمام برنامه هایی که ما میرفتیم اون بود. این داجا کلل هست با مامان، با مامانه، اینم مهری خواهرمه با مامان، اینم مادر بزرگ بیبی خانم. بیبی خانم بله، بیبی خانم استرابادی اینجا نوشته. بله، اینم اون عکسیست که مامان گرفتن توی اون خونه ایست که داشتیم. توضیحش هم زیرش بله نوشتن، عکس خانم افضل وزیری در لباسی به طرح و خیاطی خود او که میخواست بگوید که زن باید بدون چادر از روپوش استفاده کند تا دستانش آزاد باشد.
دوتایی ما هم تو کوچه میرفتیم هی به ما سنگ میزدن، سنگ ریزه کوچیک میزدن به کلم. یه سنگ خورد اینجای من شروع کردم گریه کردن. گفت گریه نمی کنی ها، مبارزه است، گریه نمی کنی، مبارزه است، یادت داری. ببینید این موجود مبارز برای خاطر بچه هایی که دنیا آورده بود اینقدر رنج تحمل کرد که یه روزی من نشستم گفتم مادر آخه برای چی اینقدر تحمل کردی؟ یه نگاهی به من کرد و گفت برای اینکه تو سری نخوری. نوا جان تلفن باهاتون کار داره. الو جانم سلام مادر، مامی جا بعد باهات صحبت میکنم. الان یک دسته که نتونستم بشمورم چند نفره اینجا تشت دارن منو دارن سینجیل میکنن. بچه ها چرا هستن؟ سوسن نسری بده من بشمد. داریوش من پیرزن قزقزی تا آخرین لحظه حیات معتقدم که خدمت کنیم. این خدمت از طرف من از چه تاریخ، از چه کانالیه؟ از کانال آموزش. آموزش چی؟ آموزش اولا واقعیت ها که من کی هستم، از کجا اومدم، آدم شدم. باید ببینم که طبیعت منو آدم کرده. این طبیعت مورد احترامه. یکی از کارهای جمعیت فقط قسمت اعظمش درختکاری. یعنی الان اسفند ماه که شد ما میریم سر وقت درختکاری. امسال 1300 تا درخت توی تلو کاشته و 150 تا تو همین اول ماه پیش توی تپه عباس آباد. همین مسئله و همین صحبت ها سبب شده که الان دخترها وقتی ازدواج میکنن توی اصفهان شنیدم که چیزشون رو درخت میذارن، مهریهشون رو درخت میذارن. تو یک مطلبتون نوشته بودین که صحبت از پژمردن یک برگ نیست، وای جنگل را بیابان میکنند. با این درخت داریم چی کار میکنیم؟ داییم حریصانه، از نظر من وحشیانه نابودش میکنیم. وقتی که جلو حتی فاو گزارش داده میشه که روزی یک هکتار به کبیرمون اضافه میکنیم، گریه نداره بچه ها. خلاصه منم که پیرزن وطن پرست، شاید احمق بباشد، خیلی رنج میکشم و معتقدم باید صدا با بلند کنم هر جوری هست. چرا روشن کو عزیزم، سرت نخوره به چیزی. مجله جمعیت هست؟ اسم مجلمون چیزه؟ اینا جان؟ اینا مجله فریاد زمین. آها فریاد زمین. این چیه؟ سوپرمنه؟ نه 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 من نیست. اسم مجله ما از همون اول شد فریاد زمین. این مال سال گذشته بود، این هم مال البته یکی دوتا گذشته. امسال ما پول نداشتیم در بیاریم البته، ولی بالاخره هر جوری باشه تا آخر سال در میاریم. الان فریاد بیابی مملکت بلند شده، فریاد بلند شده دیگه. یه دفعه برای آقای وزیر آموزش پرورش وشی نوشته بودم دیگه زنگ ها به صدا در نمیاد برای محیط زیست، بلکه ناقوس ها داره نواخته میشه. من امیدوارم گوشتون رو برای شنیدن این ناقوس ها آماده کرده باشی. فورا به من خبر داد که بیاین به معلم آموزش بدید. ما در طی 4 سال 560 معلم آموزش دادیم. وزیر عوض شد، هر کاری کردیم که
بریم به مدیر آموزش بدیم دیگه اجازه ندادن. خب حالا حالتون چطوره؟ دو سه روز گذشته که میدونید حتما دیگه که مدارس تعطیل بودن به خاطر آلودگی هوا. بله. چه میتونم بکنم؟ گوشه چشم آب میاد ازش. عشق میاد. چیکار کنم؟ سلام. حال شما خوبه؟ سلام خانم. خیلی خوش آمدید. زحمت کشیدید. قربان شما. بفرمایید. خیلی لطف. آل. آل. من گرفتم. خب فیل چرا حالا بیارم بسید؟ ببخشید. تو زحمت افتادم. دوستان را به لب سره خلاف کنید که به پیچان دارم. این دوستان را به شدت. قانون شهروندی زنان به عنوان یک تشکل مدنی مدت هاست و طی چند ماه هست که تلاش میکنه تا نشست مدنی و اعتراضی رو نسبت به موزل عمومی جامعه یعنی آلودگی هوا برگزار کنه. در حفاظت از محیط زیست ایران، محیط زیست سرزمینمون، خانم ملاح رو مادر محافظین محیط زیست میدونیم. خواهش میکنم به احترام ایشون تشویق ویژه‌ای بفرمایید. چه باید کرد؟ آیا راه حل نیست؟ راه حل هست مادر جان. راه حل هست. ولی وقتی که یک مدیریت نیست. ولی چه بکنیم؟ این علامت سوال چه باید کرد رو خواهش میکنم پیدا کنیم. نامه برای کی بنویسیم؟ کجا فریاد سر دهیم؟ بلندی کدوم لب کوه بریم فریاد بزنیم که داریم خفه میشیم؟ نیازی به هیچ تحقیق و بررسی و گرفتن آمار و اطلاعات نیست. کافیه که یک لحظه، یک شهروند، یک نگاهی به شهر بیاندازه یا اینکه در واقع عمل عادی ارگانیک بدن یک نفس کشیدن رو بخواد تجربه کنه و میفهمه که عمق فاجعه تا کجاست. صورت مسئله رو غلط مینویسن. صورت مسئله رو باید درست نوشت. باید با مردم با صداقت صحبت کرد. مردمی که در معرض سرطان هستن باید بدونن چی استنشاق میکنن. فرسایش خاک در مقیاس وسیع، جنگل زدایی ها در ابعاد گسترده، بیابان زایی ها در مقیاس های باور نکردنی، کاهش مساحت پوشش های گیاهی، همه اینها جملگی از یک بحران عمیق زیست محیطی در ایران کنونی حکایت میکنم. ما در چارچوب نظام اقتصادیمون به این اجزا آنگونه نگاه میکنیم که گویی کالا هستند. ولی به هر حال ما امروز میخوایم زنده بمانیم و به ما میگن نمیشه و ممکن نیست و خواهی مرد به همین زودی. این بی‌اعتنایی به مرگ در این حال دوست داشتن زندگی شاید خود همین زیست در اورژانس باشه، یعنی موقعیتی که ما همه بهش مبتلا هستیم زیست در اورژانسه. انقدر میشنویم که به تو چه، یاد میگیریم بگیم به من چه و بی‌اعتنا میشیم در کنار در برابر مرگ دیگری و دیگری اصلا همچنان که 10 سال دیگه خیلی دوره، دیگری هم به من مربوط نیست. ثابت بشود که علت تامه مرگ یک انسان آلودگی هوا بوده است، اولیاء دم او میتوانند در مراجع قضایی و علیه کسانی که در واقع مسئول افت محیط زیستن طرح دعوا بکنند و از این حیث مطالبه دیگه بکنند. قضاتی که در واقع در سیستم قضایی ما حاکم هستند و آراء مختلف صادر میکنند عملا با موضوعات این چنین بیگانه اند، در حالی که موضوعات بسیار تخصصی است. قاضی تخصصی میخواد، وکلای تخصصی در حوزه محیط زیست میخواد که متاسفانه ما فعلا نداریم. اگرچه دوران گفتم یه قاتل زنجیره‌ای را افتاده تو تهران، روزی 249 نفر رو میکشه. گفتن وای جدی میگی؟ راست میگی؟ این کجاست؟ گفتم آلودگی هوا. گفت آها خب اینجا. ما یکی از معدود کشورهایی هستیم در دنیا که در قانون اساسیمون صحبت شده از محیط زیست در اصل 50. متاسفانه اول برای مردم ما و بازتابش در میان دولت مردان ما هنوز محیط زیست یک امر فانتزی
و بسیار لوکس محسوب میشه. هنوز ما این رو باور نکرده ایم که میتواند ما رو بکشد یا زنده نگه دارد. ولی اتفاقی که تو این دو سال افتاد این بود که یه سری از محصولات پتروشیمی رو و ترکیبات حلقوی سرطانزا و آروماتیک رو اومدن برای اینکه جبران یه سری کمبودها رو بکنن که دسترسی به بنزین نداشتیم، اومدن به بنزینمون اضافه کردن تا حجم بنزین رو ببرن بالا. دستامونو بدیم در دستم که بقول یکی از شعرام گفت همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشه. شما بشم من. شما چرا در رو با کردی؟ بفرمایید تا من کفشامو در بیارم. شما بفرمایید. نمیم تو چیدی بچه نمیه بشین اومدن چشم. خانم ملاح من تولدم امروز، بعد یه کیک درست کردم گفتم که بیارم اینجا با هم دیگه جشن بگیریم. ما خواستیم با هم جشن بگیریم برای تو. قربون شما. شما دستپخت منو بخورین ببینم خوشتون میاد یا نه. دستپخت تو ملوی که خوشم میاد. مرسی. خوب من با اجازه شما فوتش کنم. مرسی. خوبه؟ اکسلنت. خانم ملا دیروز خیلی برف اومد، امروز هم همینطور، ولی بازم سازمان محیط زیست شاخص آلودگی هوا رو که اعلام کرده بود بازم دیروز آلوده بود، 116 بودش. یعنی بازم هوای تهران تو وضعیت ناسالم بود. هوای تهران آلودگیش نخواهد رفت مادر جان. شما که خیلی خوب میدونید که هوا کجا میره. وقتی که برف هم میاد برش میدونه میره پایین و تو سطح زمین. یعنی جان تهران یه چاله است. یه چاله که گفتم گودیش از بهشت زهرات تا چیز تا سربند 260 متری به این صورته. بعدش هم که کوههای عظیم دور تا دور داره. تنها یه راه داره که این کانال از کویر باد میاد که باد شهریار از قدیم معروف بوده که از شهریار میگذره میاد به طرفی. شما وقتی که از این جهت رو تشبیه برید تمام کارخونه است. اگر شما اجازه بدین طی مثلا هفته آینده هر روزی که بگین یه جلسه ای داشته باشیم با نماینده های انجیو های دیگه که یه بیانیه ای بدیم در حمایت از جنگل ابر شاهرود که جلوی تخریب جنگل رو بگیریم و به نوعی در واقع اجازه ندیم که این جاده ساخته بشه. چون اگه این جاده ساخته بشه میدونین دیگه یه چیزی حدود 50 هکتار جنگل قراره که خراب بشه تا بتونیم این کار رو بکنیم. خیلی خوشحالم مادر جون. من برای جنگل میدونیم ما چقدر فعالیت کردیم. بله در جریان هستم. بچه ها حتی رفتن اونجا بایستادن نذاشن درخت ها رو ببرن و خلال کنن. بعد خب حالا این مسائلی که شاید برای بعضیا اصلا مفهوم نداری برای من بیابونی که توی جنگل دنیا اومدم یا برای کسی که اطلاعات دقیق داره روی جنگل چه نقشی داره درخت چه نقشی داره این رنج‌آور نیست. بله ببخشید الله. من وقتی که شوهرم مرحوم شد قبل از اونم البته گفته بودم برای هر تشریفاتی بچه ها تو رو خدا خرجای بی رب نکنید.
بذارید برای هر تشریفاتی درخت بکاریم. وقتی حسین مرحوم شد برای حتی روز سومش یا روز هفتش بود، بله هفتش، در دو پارک ما درخت کاشتیم. یکیش درخت قربونتو برم خوشحالیم آقا جمعه چطور اینجاست؟ خوب نیشتک هم باز میشه وقتی بچه هم هستن. معلومه. ببین سال 1356 گفتن تهران ظرفیت 4 میلیون جمعیت رو نداره. حالا الان 17 میلیون گفتن که خودشون میگن، آمار که خودشون میگن، 17 میلیون ساکن اومده و 3 میلیون هم متحرک. یه پیرزنی الان 22 ساله داره ناله میکنه. 22 ساله سرش تو هر سلاخی کرده، تو این وزارتخونه رفته، تو وزارتخونه رفته، با این حرف زده، با اون حرف زده، به هیچ جا نرسیده. یه کارایی هم کردین خانم مردم؟ خیلی کار. هیچ کاری. مثلا وقتی یه کارا بله سیل نکا اومد یا سیل گلستان اومد، این کارایی که کردین برای اینکه مستند سازی بکنی تخریب جنگل‌های شمالو خیلی مؤثر بود. بالاخره دو سه سال بعدش طرح سیادت از جنگل‌ها توی دولت تصویب شد. دولت بالاخره جلوی اون همه اعتراضاتی که شما کرده بودی کفن کردی. ما رو کفن کردی پوز نده. نه اصلا این صدای اره برقی در جنگل‌های مازندران قطع نمیشه. ولی مثلا جاده پارک ملی گلستانو که می‌خواستن جنگل رو خراب کنن، این همه جمعیت اعتراض کرد، بالاخره این کارو نکردن. یعنی جاده رو نتونستن تعریف کنن. براتون بگم. یا جاده جنگل ابر رو الان 6 7 ساله میخوام بزنن، هنوز نتونستن. الان شروع کردن دوباره با اعتراضات شما. الان دوباره شروع کردن. بازم که اعتراض میکنین، بازم بالاخره نمیتونن. باز چند روز دیگه دوباره متوقف میشه. تلفن با تو کار داره. تلفن با تو کار داره. الو مادرم، ببین بعد تلفن کن. الان اینجا خیلی شلوغه، من نمیشنوم. قربونت دیرم. خداحافظ. 22 سال پیش فعالیتتون رو شروع کردین. اون موقع شما جز معدود NGO هایی بودین که داشتین فعالیت میکردین. ولی الان ببینین چقدر جوونا و چقدر زنا و مردای دیگه اومدن بعد از شما NGO تشکیل دادن و هر کدوم دارن توی یه حوزه خاصی، مثلا تو حوزه حیات وحش، تو حوزه آلودگی هوا یا تو بحث‌های آموزش محیط زیست دارن فعالیت میکنن. همین که شما رو میدیدم که با این سنتون انقدر امیدوار دارید ادامه میدید، انقدر امیدوار میرید جلوی مجلس میشینید و بعد یک نماینده مجلس رو که به نمایندگی از سایر نماینده ها میاد بیرون متقاعد میکنید که این طرحی که توی مجلس گذاشتین این مخرب جنگل ها و مراتع هست و خودتون الان گفتین دو سه هفته پیش که رفتین و الان این طرح تصویب نشده، میدونین چه خدمت بزرگی کردین. و شما ولی باور کنید و ما اصلا میدونین چیه میخوام بگم، اگر شما این کارا رو نمی کردین، شما و امثال شما، خب الان وضعیت باور کنید بدتر از اینا بود. همیشه انقدر امیدوارانه صحبت میکردین که حتی افروختن یک شمع در تاریکی بهتر از نفرین کردن تاریکیه. ما از خودتون یاد گرفتیم. چه جوری شد که شعبه های جمعیت زنان مبارز توی تمام شهر جمعیت زنان مبارز نگیه مبارزه، وقتی که گفتی زنان مبارز میشه صفت و موصوف و زن مبارز نیست. نه مبارزه میکنه برای یه هدف. بله جمعیت زنان مبارزه با آلودگی های محیط زیست چجوری در تمام این استانهای ایران تشکیل شد؟ شما بگین. در تمام که نشده 16 تا شهرستان و استان سر. خب دیگه 16 تا شهرستان و استان رو 28 تا، یعنی بیشتر از نصف ایران. ما ببینید مادر جان، گفته شده که کثیف‌ترین اقتصاد رو داریم. ببینید تمام اقتصاددونای دنیا میگن که اقتصادی که بر مبنای زمین و مسکن باشه کثیف‌ترین اقتصاده. یعنی چی؟ یعنی سرمایه دار به خاطر اینکه امنیت نداره
برای اینکه پولش بالاخره جلو چشمش باشه، میاد زمینو میگیره و خونه میسازه. خلاصه ما در جامعه‌مون اینه. قربان همتون برم، متشکرم، ببخشید که خیلی بهتون زحمت دادم. سلام. سلام. چطوری؟ سلام. سلام. توی نمایشگاه که میرین قشنگ شما تفاوت NGO ها رو با این فقر مالی حاکم بر NGO ها رو خیلی راحت میتونین با غرفه های صنایع ببینین. و صنایع هرچی آلاینده تر هستن اینجا رنگ و لعابشون بهتره. غرفه های خیلی شیکتری درست کردن، شدت سبزشون خیلی بیشتره، در واقع با رنگ سبز غرفه هاشون انگار میخوام بگن که ما خیلی صنعت سبزی هستیم. غرفه فولاد خوزستان، صنایع فولاد یکی از آلاینده ترین صنایع هست، ولی خب توی نمایشگاه خیلی سبز هست. این توما رو دارین جمع میکنین که به کجا ارائه بکنین؟ اینا مخاطبش رسانه ها هستن. محیط زیست فقط یه موضوع حاشیه‌ای نباشه. صفحه 21 روزنامه. شما همچنان بحث آتش سوزی های جنگل های زاگرس رو؟ بله، جنگل های زاگرس، شهرستان و مریوان و سرمه. امسال هم آتش سوزی داشتین؟ بله، امسال هم نزدیک 265 مورد آتش سوزی داشتیم که تیم احتواء حریق عدوان زبدچی مریوان همه رو کنترل کنیم. یعنی با حداقل امکانات. سلام، خسته نباشید. غرفه جمعیت زنانه؟ گندمایی که احیا شده است و محلیه، میبینید اصلا درشتیش و کیفیتش ها که اینو خودشون تولید میکنن با همون کاملا. یعنی گندمای بومی و پایه های بومیه؟ کاملا اونو با همه سبوس و جوانش آرد میکنن و این اونا تولیده. بفرمایید نشریاتتون رو میتونم داشته باشم؟ مال اکثر خانمایی که تو این NGO فعالیت میکنن بچه های جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیستن که فعالیتشون رو تو گروه خانم ملاح شروع کرد. خانم البرزی منش از مسئولین این NGO هستن که بعد اینا کم کم بعد از چند سال خودشون NGO های مستقل دیگه ای رو تشکیل دادن. یکیش همین انجمن پایشگران حامی محیط زیسته. بچه ها تا دخترم نیست بیاد رخت خوابش با هم بزنی این زیره بلند کنه. آره سب کنه آقا جون، تا نیست بیایم این کارا رو بکنیم. ببین چه خبره. خلاصه ای از تاریخچه مصور جمعیت زنان مبارزه با آلودگی ها. خیلی خوب. آلبوم شماره یک. مادر جان، اون ذره بین منم بدی. آمان، ذره بینتون کجاست؟ ذره بینتون رو پیدا نمی کنیم، لحا جان. اینجا سیر این چیز نیست؟ باید اونجا باشه، باید. نیست، من برم بیارم، سب کنیم. خب. سب کنیم، سب کنیم، یه ذره سب کنیم. دو ساعت سب کنیم. این چایی ها یخ می کنیم، مادر جان. چایی براتون دم کردن ریختن، بخورین دیگه. ببینید این پیشبنده اینا رو همه رو
اینا بچه‌های شیرخوارگاه آمنه هستن خانم. بله ولی این پیشبندا رو براشون دوخته بودیم با آرم جمعیت، دستکش هم براشون میگرفتیم، دوخته بودیم تازه دستکش رو. البته آثار شخصی نمیتونم بهتون نشون بدم. این 15 اسفند روز درختکاری بچه های مدرسه. بله. این راه پیمایی به طرف سازمان ترافیکه. اینجا درختکاری هست توی حاشیه کبیر. مال بله، سلاشه. مال کجا نوشته؟ سازه. درختکاری در کبیر سازه. اینجا چی نوشته؟ کنفرانسیه ها آقای دکتر بحرینی. جنگل ها قبل از چی؟ قبل از ملت ها و بیابان ها. و بیابان ها بعد از ملت ها. ملت ها این خیلی شعار قشنگی خانم. به وجود آمده اند. دانستن حق مردم. دانستن حق مردم. دانستن حق مردم است. و پاسخگویی برای اینکه من میدونستم که این ساعت ها. سلام عزیزم. سلام. حالتون خوبه؟ اومدی؟ آره عزیزم. بالاخره. از بس که مشغولم خودت بهتر میدونی. فداتم. کارهای در واقع پروژه رو پیگیری میکردم. بحث همون کشاورزی پایدار یادتون هست دیگه؟ کتابش هم در آوردیم با هم دیگه. بعد آره نه خودشون خانم از ارومیه هستن و عضو رئیس هیئت مدیره ما در ارومیه هستن. نیروی خیلی خوب مردمی رو داریم بسیج میکنیم برای اینکه نمیدونم چقدر میدونید ولی 60% حوزه آبخیز دریاچه ارومیه روستانشینن. این نشون میده که ما باید کار اجتماعی بکنیم. رفتیم روی بخش در واقع کشت‌های بومی اون منطقه مثل گیاه‌های دارویی و اینا. الان 4-5 خانم هم داوطلب شدن که مثلا مرزنگوش بکارن. کتابی که براشون تهیه کردم باید ببرید دیگه. برای همش منتظر بودم تو بیایی و اینا رو بدم برداری براشون ببرید. بخش کشاورزی که گفتین آبو چجوری مدیریت می‌کردن خاطرتون هست؟ گفتین که بند زده بودن بعد از یه بندی به یه بند دیگه راه پیدا کرده بود. اون رو میخواستم برام تعریف بکنید. حالا الان که وقتش نیست بچه بعد. بس که وقتش شما دارم میرم دیگه. من کی بیام پیش شما آخه؟ الان که این همه جمعیت اینجا بستدن که نه بعد با دریم بشین. اومدم شما برام اینا رو تعریف کنید. اینا رو بگم. اینا رو بعد نداری همین وسط جریان صحبت کنی. آره؟ آره شما راحت باشین خواهی مرد کارتون انجام بدیم. به مادر جان حتی یه قطره آب در سمنان هدر نمی رفته. خودت می دونیم معتقدم که ما زنها هستیم که باید طبیعت رو نجات بدیم و آموزش بدیم. سلام. چی کار دارن می کنیم؟ درست. سلام آقا. حال شما خوبه؟ متشکرم. خوب هستین؟ سلام. حال شما خوبه؟ شما خوب هستین؟ خیلی خوشحالم میبینم اتا. مرسی قربونتون برم. سلام اروند. سلام. از مشتاقان شما هست. به 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 به. بیا اینجا. قربان شما عزیزم. بیا بشید اینجا را. من حالا بعدا دوباره صحبت میکنم. شما مهربون هستین. بفرمایید. یه برنامه‌ای داریم برای آموزش کودکان و نوجوانان تو مدارس. بعد من شنیده بودم که شما هم تو این زمینه به هر حال سابقه فعالیت تجربی بسیار پرقدمتی داری. در واقع فهم اکولوژی که بچه ها زیاد بشه. بچه ها همطوری که کلماتی رو میشنون مثل مادر، مثل خداوند، مثل محبت و عشق که نسبت بهش حس خوبی رو دست میده بهشون احترام آمیزه، همونجوری هم وقتی کلماتی مثل درخت، مثل پلنگ، مثل گرد، مثل یوز پلنگ، مثل سرخدار یا بلوط رو میشنون نسبت بهش حس احترام پیدا بکنن. جزوه
آموزش محیط زیست برای معلمان بیار، برای معلمان مهتم بیار. ببین اینا هستن، یکی اینو پیدا کردم، دانستنی زیست محیطی برای جوانان و نوجوانان. نوجوانان که به اون پسر اون بدم. یه دونم آموزش محیط زیست برای اقشار مختلف جامعه. نه یکی دیگه هم هست فقط مال معلمان. رفتیم تحقیق کردیم روی اقصار منطقه ها، مثلا علامه جنوبی، شرک غرب، انواع درخت ها رو شناسایی کردیم، بعد نوعای برگا، سوزنی برگا، پهن برگا. علاوه بر این ما همون کار زباله ها رو کردیم، زباله های سطل زباله تر، سطل زباله خشک، سطل زباله خطرناک، که سه تا زباله بود در حیات گذاشته بودیم. این سه تا زباله هر زنگ مبصر داشت که نظارت میکرد بچه ها اون کارا رو میکنن. ما رو بیشتر با حیوانات آشنا کردن، تعریف محیط زیست شد برامون که محیط زیست اصلا چیه، چرا ما باید از محیط زیستمون حفاظت کنیم. بوکلا پسر نازنین، آینده رو چگونه میبینید؟ آینده این طبیعت رو تو کشور فکر میکنید بتونیم جبران کنیم تخریب ها و خسارت ها رو با یه همچین نسلی؟ من نباید که در این زمینه صحبت کنم، برای خاطر اینکه منفی صحبت کردن اثر بد رو بچه ها میذاره. باید مثبت صحبت کرد، باید گفت میتوانیم نجات بدهیم طبیعت رو. بیا من ببوسمت. خدای تو بسر قربت تو بسر عزیز دارم، اشاره که بتونم مدرسه رو اگه گوشه آخو معلم خور معلم رو نمیدونم میشه یا میشه، با قول چیزی گفت میشه یا نمیشه. بشینن بعد اون چی چیزا رو لطف کنیم، اون کوسنا رو لطف کنیم. سلام خانم مندار. سلام بچه. حالی شما چطوره؟ خیلی خوش داریم که ببینیم. مرسی فرسان. سلام حالی شما چطوره؟ سلام عزیزم. سلام. شما ها نجات بدید طبیعت رو، حالا دیگه هوای تهران با شما شعار بنویسید. ما هوای پاک میخواهیم. پدران مادران، ما هوای پاک میخواهیم. بعد یه شعار دیگه بنویسید، بنویسید ما هم بعد از شما حق زندگی داریم. قربون همتون برم بچه ها، فقط شما ها باید نجات بدید. ما پیرا هرچی بگیم یک ذره این آقایان مدیران هم تو بر به ما نگاه میکنن و رد میشن. خانم علا خوبه بس بسم الله الرحمن الرحیم. نه یه ذره اون برتر بود بری، اون برتر گود تری. نه خوبه خانم علا، اینجا جاش خوبه، تمام توقش زیر خاک میره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. میخوایم با این بیلچه بریزیم. اومدیم این ور خاک نرم هست، بدیم بهتون بدم. بچه ها بیا یاد بگیرم. مادر جان بیا لغو جون بیا، اگه اجازه بدین شما بشینین رو ویلچر بعد آبو بریزین، اشکال نداره؟ یه دونه دیگه آب بریزین. لغو جون حالا بیافته، لغو جون لغو جون خورد آب خورد. بچه ها از 6 شهر ایران ماشین ها رو نقاشی کردن، یه کار کنایه نمادینه، فرستادن اینجا و ما باش کوه دماوند رو بازسازی کردیم به عنوان چیزی که نمیتونیم دیگه تو تهران به خاطر آلودگی هوا ببینیمش. با تمام غم و زاری به هموطنان
خبر دهم که این کوه زیبا که سبب سربلندی ایران است نابود کرده ای. مادر بزرگ همه محلقا ملا. همه دور شادرم دیم آبان میخواییم بلند شیم؟ نه میخواییم میخواییم بلند شیم؟ نه چی کار دوست داری؟ میخواییم خدای من این وطن رو نجات بده، وطن رو نجات بده. جان آره اینا ببریم بچه ها بیا برش جار خوبه دیگه لغا جان همین یه دونه بس دکورش خوب شد خیلی ایرونی تمام عناصر طبیعت براش مقدس بودی که برای هر کدوم یه خدا انتخاب میکردی آناهیتا خدای آب بوده علت این که ما الان اینقدر حضرت زهرا رو بهش احترام میذاریم و تعظیم میکنیم و به ما یه مقدس میدونیم در حقیقت برای اینکه مهریش رو آب انتخاب سلام. کرده سلام لقا جون سال نوت مبارک شده این سال این سال خیلی شادی تو بشم قربان شم بلند نشی سلام قربان شم دلم برای تو تنگ شده بود سلام مبارک شما چه فیلم؟ خوبه انشالله هزار سال سلامت و زنده باشی من اولین پروانه‌مون رو پیدا کردم ما 5 نفر بودیم نه با با خدا الان هر کدومون یه جا پراکنده من و لقا جون فقط هستیم شاغل بدم دست سازمان محیط زیست وقتی که لقا جون آمدند و در زدن آمدند تو اتاق من اصلا اون خاطره من یادم نمیره گفتن که من قصد دارم که یه انجمن تشکیل بدم کمکم میکنی این جمعیت زنان مبارز و بارداگی محیط زیست یه پایه شد برای فعالیت ها حالا تا چه حد موفقیت آمیزه بستگی داره به شرایط زمانی ما در اون زمان خیلی سعی کردیم فلسفه تشکیل انجیو ها از سال 1992 بعد از کنفرانس ریو شروع شد مسئولان ما هم که رفته بودن اونجا دیده بودن که همه کشورها سازمانهای غیر دولتی دارن و چقدر فعالن اینها و چقدر بها میدن وقتی اونا برگشتن و همینطور سازمان ملل تشویق کرد که انجیوها تشکیل بشن اولین انجیویی که تشکیل شد خانم ملاح بودن یعنی جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست بعدن جبهه سبز و خیلی بعد از اون انجمن متخصصین محیط زیست که منم عضوش هستم تشکیل شد جمعیت وقتی که شروع شد و کارش رو شروع کرد خب خیلی کم اولا محیط زیست تو کشور شناخته شده بود و مسائل محیط زیستی به صورت مسائل لوکسی اصلا مطرح بود یعنی اگر ما حرف میزدیم از حفظ محیط زیست به ما میگفتن شما به خاطر اینکه هم و غم دیگه ای ندارید و جزو افراد هستید که مشکل دیگه ای تو جامعه نمیبینید دارید از این صحبت ها میکنید اولین بار در کشور به دعوت خانم ملا یک پاکسازی سد لطیان داشتیم ما اهداف اولمون در جمعیت اگه بخونین اساسنامه ما آگاه سازی
مردمه. سالهای متمادی ما این کارا رو ادامه دادیم، جلوی سازمان موسس برای اعتراض به آلودگی هوا دفعات متعدد جمع شدیم، برای گذر جاده از پارک ملی گلستان ما جلوی استانداری مازندران جمع شدیم. موقعی که سدسازی توی ایران خیلی لطمه‌های زیادی زد و شروع کردیم، 4-5 نفر بودیم که شروع کردیم به نوشتن مبانی علمی اینکه چرا این سدها به این شیوه و به این تعداد به منابع آب کشور بر لطمه میزنه. من بیشتر تشبیهش میکنم به یک به اصطلاح مشعل المپیک که هر کدوم ما اینو تا یه مسافتی آوردیم و دادیم نش دست کسان دیگه. فشار از پایین چانه‌زنی از بالا، یعنی هم از بالا نامه مینوشتن به وزرا و مسئولین، هم بردن مسائل توی توده جامعه. ما توی برنامه سوم تمام زمینه‌های کاستی اجرای برنامه از نظر زیست محیطی رو مطالعه کردیم برای اینکه کمبوداشو تو برنامه چهارم ببریم و این کارم انجام دادیم. یعنی تو کمیته های محیط زیست برنامه چهارم فعالانه شرکت کردیم. برنامه چهارم به اجرا در نیومد. همون موقع من به مسئولین میگفتم که یک روزی میشه که ما به این انرژی ها احتیاج خواهیم پیدا کرد، یه روزی میشه که غرب دیگه انرژی فسیلی کمتر استفاده میکنه و میبینیم که هر روز انرژی های پاک بیشتره و ما میمونیم با نفتی که زیر زمین هست. حالا من نمیدونستم تحریم میشه، پدر مادر میاد. مسئله انرژی هستی جن و بسم الله است. شما اصلا راجبش نمیتونید صحبت کنید. من به مدت 30 سال توی دانشکده بهداشت هر چه مقاله راجب هستی نوشتم چاپ نشد. گفتن جزء اولویت های ما نیست. من میدونستم که هست. زمانی رسید که دیگه به بچه های کودکستان میگفتن شما راجب انرژی هستی نقاشی بکشید. بابا دیگه بچه های کودکستان هم دارن حرف انرژی هستی رو میزنن، ولی ما نباید هیچی بگیم. یک بار نیومدن نه مصاحبه کنن نه نظرخواهی کنن که بگن اصلا انرژی هستی به درد ایران میخورد یا نمیخورد. اصلا از ریشه ما یه کشوری هستیم آفتاب لایزا، ما کویر داریم. من میخوام یادی بکنم از آقای ابوالحسنی که خدا واقعا بیامرزه یادشون بخیر، یکی از ارکان بسیار بسیار مهم جمعیت بودن، تا وقتی بودن تمام کارهای مالی جمعیت انجام دادن. و تشکر کنیم از خانم ملا که الان 22 سال خونه‌شو رایگان در اختیار گذاشته، که یعنی واقعا اگه ایشون این کارو نمی‌کردن معلوم نیستش که میتونستیم ما این جمعیت رو راه بریم یا نه. هر کدومتون با یک دل و با یک هدف مقدس و بدید دارید مبارزه میکنید، باید تا آخرین لحظه حیاتتون به این گام رو بردارید، وسط کار ول کنید دیگه. من نگیری عکس به خودت که الان نه جان خانم بنی اعتماد دست از سر کچکمون بر نمیداریم. حالا الان یک کار میکنیم که همه خانم هست.